یه همراه بفرمایید. فرمایید دکتر. سلام، بفرمایید. بله شما خوبه. خیلی ممنون از وقتی که به من دادین. من سوالم در خصوص در مورد رابطه خودم هست با همسرم و شرایطی که جلسات جسمانی الان دارم. من 35 سالمه و خب آمریکا زندگی میکنم و الان بودن 4 ماه پرگنت هستم. بعد مشکلی که دارم اینه که نه سب کنید. همسرتون چند سالشونه؟ آها، همسرم حدودا 47 سالشه. آکه، چه مدتی ازدواج کردید؟ ما حدودا 5 سال همدیگه رو میشناسیم، ولی مثلا از هم جدا زندگی میکنم. دو تا ایالت مختلف زندگی میکردیم، اما یک سال خورده هستش که الان دیگه با هم توی یه خونه زندگی میکنیم. نه، ازدواج کردید دیگه؟ بله بله، ما دوباره ما زیاد ازدواج کردیم. یعنی چه نایفی؟ یه بار اینجا ازدواج کردیم، یه بارم رفتیم ایران و با خانواده ها. حالا اونا که مسئله دیگری. به من بفرمین، بله. هر دو چه مدتی از امریکا هستید؟ من حدوداً 8 ساله، همسرم 12 یا 13 ساله. اوکی، به من بگید چی خوندید، چه میکنید هر دو؟ ما هر دومون پی‌اچ‌دی داریم و همسرم در واقع مهندس برق الکترونیک داره، منم آمار. بسیار عالی. البته من تازه گریجویت شدم. اوکی، بسیار. هر دو فرزند چند دومید؟ این آخرین سوال منه. بله بله، من فرزند 2 از 3 هستم با اختلاف سنی، 1 سال کوچیک از برادرم و 4 سال بزرگتر از خواهرم. همسرم هم فرزند اول هست از 5 فرزند و فاصلهشون تقریبا 2 سال با همه، خواهر برادر رو تقریبا. بسیار خوب. خب چه خبر از تو؟ برای چی لطف کردی تلفن کردید عزیز؟ خواهش میکنم. ببینید آقای دکتر، من واقعیتش حالا موضوع بیشتر اینه که من چون که با همسرم در واقع موف کردم 1 سال پیش به شهر و ایالت همسرم، خب ریموت کار کردم برای پیشیم و خودزن با اینکه پیشیم رو سریع ترجم کنم که برم سر کار در واقع. حالا و همین که اکشن بیشتر موضوع من باردار شدن بود، خواستم رو ترجم کنم. 6 ماه تقریبا قبل از پیشیم که حالا من تقریبا اپریل گرادویت شدم، تو خونه بودم و واقعا خیلی رابطه اجتماعی ما محدود کردم که بعدش هم کرونا اومد و خب یه مقدار به خاطر که حالا هم خودم و هم همسرم هر دومون، حالا من که تازه گرجویت بودم ولی همسرم هم تصمیم گرفتش که اونم جابش رو عوض کنه و هر دوی ما دنبال این بودیم که در واقع جواب بگیریم و خب خیلی مواظبت کردیم که توی کرونا مریض نشیم و فرصت جاب گرفتنمون رو با مریضی همراه نکنیم. انیمیز، بعد من این وقت پرگنن شدم و که البته خوشحالم بابتش، ولی یکی از مشکلاتی که تو این وسط پیدا کردم اینه که من الان یه مدتی به هر کی میرسم شدیداً نقدش میکنم و یه جورایی حرفایی که به نظر خودم، حالا شما من تصدیق کنید، احساس میکنم چیزایی که با واقعیت ارتباط نداره که اندازه ها اگزاجریت شده هست، نقد میکنم آدم ها رو و معمولا هر چه آدم طرف من نزدیکتر باشه نقد من سنگین تره. خب آخه نه مثلا دور تر باشه سعی میکنم نقدم رو یک کمی ملایم تر بگم، ولی واقعا دلم خنک نمیشه. سب کنید. این که اصلا من، شما به من بگید خیلی راحت، من به دلایلی سخت خشمگین و عصبانی هم، اینا علامت اونه مسئله. خیلی خب، خشم و عصبانیت شما یا منبعش استراب و نگرانی تونه یا از واقعیت هایی میاد که دوربرتونه، یعنی در حقیقت از آنچه که انتظار و توقع شماست فاصله گرفته. خب من بگید کدام میشه؟ آیا آدم مضطرب و نگرانی هستید که حالا خشمگین شدید و عصبانی شدید، یا اینکه نه، یه آدمی هستید که انتظارات و توقعاتی داشتید و حالا بهتون گفتن نه دیگه تموم شد، ازدواج تو کردی، اینم حامله هم که شدی، رفت به قول اصطلاح رفتی داخل مرغا و تموم شد رفت و زندگی همین، رو از دست اون عصبانی هستید بلکه دختر یاقی بودید.
واقعیتش بکنم بیشتر حالا استراب زمینی استراب خانوادگی از طرف پدر مادر حتما دارم، ولی خب تو چاق دایگنوز نشدم، ولی خودم رو میتونم بگم یه مقداری، حالا عدد هایی بخوام بگم از 100 میتونم بگم 55 واقعا مضطرب میشناسم خودم، ولی خب کم شده از زمانی که با همسرم ازدواج کردم، خب خیلی کمتر شده. اما واقعیتش یه سری کامنت هایی که بعضی وقتا میشنوم مثلا حالا که با واقعیت حالا به شما چه مربوطه؟ آخه سب کنید، از کی تا حالا به شما گفتن شما معلم و مربی اخلاق و یا تصحیح هستید؟ یا نه کی اومده سر کلاس شما نشسته گفته من وقتی که اشتباه کردم لطفا اشتباه منو تصحیح کنید و کمکم کنید؟ آقا این نقش رو برای چی برای خودتون قائلید؟ خب نیا کنید، مثلا یه مثال بزنم در مورد رابطه خودم با همسرم. مثلا در مورد کرونا، خب من خودم که آدم سوشالی همیشه بودم و ارتباطاتم زیاد بوده، ولی خب میشین به حال موضوع کرونا هست و به خصوص با پرگنسی به حال این موضوع اهمیتش بیشتر که مریض نشیم، حتی مثلا من آنفولانزا هم خب باید مواظب باشم که اونم نگیرم با وجود که واکسن زدم. بعد واقعیتش خیلی به این فشار اومده، یعنی من تقریبا میشه که یک سال رابطه اجتماعی واقعا مریض هست. خب زمینه که میفهمم که این به هر حال شرایط اقتضای شرایطمونه. بعد با دکتر اوبیجیم صحبت کردم و بهش گفتم که ببین من واقعا خیلی از لحاظ روانی احساس تحت فشار هستم و خب همسرم هم خیلی اصرار داره که بیرون نریم، نه بیرون نریم، نه با هم بیرون میریم، یعنی منظورم حال خریدمون رو به قول معروف پیاده روی عصرمون رو انجام میدیم، ولی خب با هم دوستامون و اینا هیچ جا دیدار نداریم غیر از آنلاین. بعد با دکترم که صحبت کردم گفتش که اون فشار روانی که داره خب یه بخش فرمود به حالا مسئله افسردگی حاملگی یه مقدار شد، اما دیدارهاتون رو مثلا داخل خونه انجام توش فضای سربسته اصلا انجام ندید، بیرون خواستید برید مثلا با فاصله. حالا من مثلا خودم شخصا میگم اوکی با سری رعایت ها و اینا ها مثلا پارکی جایی مثلا دوستان قرار بزنم برم، ولی خب مثلا همسرم خیلی شما درباره دختر لوس و نونور هیچی شنیده بودی؟ چرا؟ خب من دارم با یکیشون الان حرف میزنم عزیز من. شما حامله اید با یه بیماری خطرناکی که هم برای خود میتونه اصلا آسیب بزنه به فرزندتون و به شما، اگر بگیرید هست به شما میگن این روابط اجتماعی رو کم کم کردن کم کنید. عزیز من آدمی بودم که برخی از اوقات فقط تو کنفرانس ها در یک هفته بیش از 1000 نفر میامدن، کار تراپی رو داشتم، من برخی از اوقات در یک ماه ای بسا با بیش از 1000، 2000، 3000 نفر مثلا اگر مهمونی و اینا بود روبرو بودم. الان 8 ماه 9 ماه نشستم یک جا نرفتم، یک جا یه دفعه رفتم، اونم با 2 تا دوستان، اونم با فاصله، اونم اوائل کار، الان تکون نخوردم. ما همچین نیازی نداریم که بریم مهمونی و بریم این ور اون ور. بعد هم همسر شما که با شما همراه، شما هم حامله هستید، تو این سن و سال هم هستید، وقت برای یه سری کارا رو هم تازه با تأخیر شروع کردید. اصلا نمیفهمم برای چی این موضوع شما شده که من از این وضعیت هستم. شما معلوم زمینهای استراب داشتید، شما زمینه خفیف افسردگی، حاملگی شما و تغییرات هورمونی این افسردگی و استراب رو در شما تشدید کرده. قبلا هم یک کیسه‌های بوکسی داشتید که میزدید، اون بیچارهایی که دور برتون بودن، حالا اونا هم رفتن، بنابراین یا باید خودتون رو بزنید یا همسرتون رو. اگر به من بگم تعریف دختر لوس نونو را بفرمایید، من میگم این برنامه را بشنوید. آخه اصلا این مسخره بازی یعنی چه جان؟ آخه ببینید مثلا حرفتون رو میفهمم، یعنی خودم هم بخاطر همین الان مطمئن نبودم میفهمم. آخه واقعیت اینه که با توجه به شرایط بک‌گراند روانی که خودم از خودم سراغ دارم، خودم یه وقتی از خودم ناراحت میشم، مثلا فرض کنید با یعنی یه وقتی که چرخم الان دیگه تکرارش عزیزم خوشحالم. ببین عزیز، اصلا خوشحالم گوش نمی کنی. من میگفتم تو الان چاره ای نداری عزیزم، تو قبلا معلومه آره. تیپ روانی نصب کن، تیپ روانی داشتی که یه مقداری به قربان رک بودن و راحت بودن و دوست بودن و حرف زدن حرفاتو میذاری، حالا کسی نیست مشت بزنی. گفتم گوش ندیدی،
ندادی، یا باید به خودت بزنی یا همسر بیچاره. بنابراین خیلی عادی و طبیعیه جان. بیشتر اون شده کیسه فوکسران، ولی خب مطمئنم. امیدوارم یه مقدار این دکترهای برقی مقدار یه برقی به شما وصل کنه، شما از کار بیفتید. یعنی اصلا کاملا پیداست از این چه دکونیه باز کردی. یه ذره بیشتر ورزش کن، چون اون بیش از همه کمکت میکنه. قسم از ورزش حتی میتونه پیاده روی باشه در یه محلی که امن، خاطرت آسوده است. و بعدم یه دوران موقتی است که چند ماه دیگه طول میکشه، واقعا خیلی هم از یه جهاتی بهتر. تا زمانی که فرزند به این دنیا بیاد احتمالا این موضوع هم یا کاهش پیدا کرده یا به هر حال به یه سر و سامانی رسیده. بعدم به هر حال شما تو این سن و سال قرار فرزندتون رو بیارید تو ازدواجتون هم با توجه به سن شما و همسرتون کردید دیگه. چی میخواید؟ هنوزم میخواید بدید شاید یه دوره دکترای دیگه بگیرید؟ من نمیدونم چرا اخیرا دوستانی که دکترای ریاضی و آمار دارن وقتی میان اینجا یه ذره پرت و پلاهشون بیشتر شده. من قبلا فکر میکردم شما معقول ترین و منطقی ترین آدم ها هستید. باورم کنید من میتونم بگم ظرف پنج سال گذشته اصلا این ترکیب اپلیکیشن ریاضی و آمار به روابط اجتماعی اصلا برای من یه چیز عجیب و غریبی از آب در اومده. خب آخه یه چیزی هم در نظر بگید، من اگر الان مثلا احتمالی که در واقع کرونا بگیرید توی جمعی توی فضای باز عددش بالا هست، حالا بگیم مثلا حتی بگیم بالای 70%، ولی من واقعا خودم 100% در مرز افسردگی میبینم. یعنی چیزی که الان دارم میبینم میگم واقعا من خلو دیوونه، فقط کم مونده بگم که البته اگه نباشم الان. میدونی چی میگم؟ یعنی منظورم به این که یعنی میخوام بگم یه کمی یه ذره مثلا این با رعایت یه سری چیزا مثلا من خوب خیلی ها البته میدونم اونا فرکتن نیستم، ولی خب اگر که با مثلا فاصله اجتماعی ماسک زدن این مثلا یه دیدای صورت بگیره و چیزی هم ما نمیخوایم، مثلا فرض کنید ما رفتیم پارک هیچ چیز هر چیز رو خودم بردم، همه چیز با خودم بود و صندلیم هم جدا گذاشتم، ولی خب مثلا آدم ها رو دیدم مثلا برای من یه مقداری شرایط تخفیف پیدا کرد از لحاظ فشار روانی که این چند ماه واقعا تحمل کردم. بعد خب میگم همسرم واقعا خلاص میگم طرف خودم دارم تکرار میکنم، اما یه مقدار از این جنبه صحبتم سوالم بود که شما میگید خیلی سوال در واقع. آخه عزیزم شما توی شرایطی قرار مثل اینه که من بخوام روز باشه کار بکنم بعد به من میگن خورشید رفته، حالا بیام بازی در بیارم. برای چی خورشید رفته؟ اونجایی که داره به شما تحمیل میشه مسئله جدیست برام. ببینید عزیز، شما به عنوان یه جوان احتمالاً اگر این بیماری رو بگیرید اونقدر خطر شما رو تهدید نمیکنه، اما حاملگیتون سبب میشه که بچه آسیب ببینه. یه دفعه بچه میاد اینجا فرض کنین ریتارده عقب مونده، حالا میخواد چیکار کنه؟ بنابراین موضوع شما و مواظبت و مراقبت شما خیلی خیلی بسا بیشتر از یه آدم 70 ساله است، برای که او یه خطر بیماری و مرگ رو داره. شما اینجا خطر یه آسیب سنگین به فرزندتون دارید، بعدم اگر اون آسیب ببینه ای بسا به شما هم ضرر میزنه. برای از شما چی خواستن؟ 4-5 ماه روابط اجتماعیتون رو کم کنید، ولی اینکه به صورتی باشه که تا حدودی در یه محیط بازی باشه با یه فاصله باشه رعایتی اصولی بکنید، میتونید هم با خودتون یا با کسانی که مطمئن هستید این اصول رو رعایت میکنن و با بیماری سراغ شما نمیان رفتار کنید. ولی اینکه اینو تبدیل کنید به این موضوعی که حالا من گیر میدم به آدما و تصمیم گرفتم که چوبو بردارم تو سر هر کسی بذارم که اینجا اونجا اشتباهی میکنه. نه نه این هست که میده، این درسته. من هم واقعیت فقط مثلا اینو به عنوان یه مثال گفتم، چون همسرم واقعا خیلی مقاومت میکرد و میگفتش که بیرون نریم اصلا. البته ما واقعا توی این مدت تا الانم که بیرون نرفتیم واقعا من حرفه اونو هر دفعه منطقه میدیدمش و میگفتم که وارد دیگه نمیریم، ولی واقعا به یه حدی که رسیدم که گفتم من میرم شب با دکترم صحبت میکنم ببینم چه میتونم بکنم تو این شرایط. ولی با همه این وجود، حالا با همه این که دکترم گفتش تو شرایط آزاد چی میگن فضای آزاد و اون صحبت هایی که کردم اوکی هست، ولی مثلا نگرانی رو در همسرم همراه همه
چیزی هم اعلام نمیکنه، ولی مثلا میبینم که خیلی راحت نیست و ناراحتی نگرانیش رو میبینم اگه آزار میبینه از این. آخه ببینید عزیز، ببینید یه زبانی هست که من میخوام یه کاری بکنم که بسیار با ارزشه، خطر و ریسکش هم میپذیرم، درست پس که من میخوام یه خونه بخرم، ای بس حاضرم یه میلیون دلارم پول بدم، ولی من برای یه کفش که نمیخوام 500 یه میلیون دلار پول بدم. شما الان مسئله که دارید مسئله مرگ و زندگی یه خودتون کمی ماجرای آسیب به فرزندتون مطرحه، تو این جزئیات از شما میخوان که از یه چیزی بگذرید که یه مقدار روابط اجتماعی است که آدم یک میتونه بگذره، دو ما در دنیایی هستیم که این همه فرصت و امکان هست که آدم ها از راه های مختلف با هم در ارتباط هستن و یا توجه و تاکید رو میشه به یه چیزایی برد، از جمله اون چیزی که خدمتتون گفتم با توجه به حاملگیتون و زمینه استرابتون و احتمالاً خشمی که به نظر میرسه دارید که پشتش حتما افسردگی است، شما اگر روزی یکی دو ساعت وقت بذارید راه برید، خودتون خواهید دید که بعد از این یکی دو ساعت راه رفتن چه حال و احساس بهتری پیدا میکنید و ضمناً اون توجه به دوربرتون نگاه کردنتون یه آدمی مثل شما رو مشغول میکنه و این راه میتونه مثلا حتی دیر وقت باشه، شب مثلا ساعت 8 و 9 شب در خیابونایی که به خاطر اینکه مغازه است اصلا کسی نیست که شما نگران هیچ نوع خطر و آسیبی باشید. نه این کار همین کار رو ما افراد انجام میدیم، نیبرهود خیلی سیف و خلوتی از این بابت خوشبختانه فرصت رو داریم، ولی بیشتر حالا موضوع من خشمیه که خودم به قول شما و اون استرابی که اون پشت نشسته و مثلا حالا مثال همسرم که زدم فقط یکیش بود، من کمترین مورد که با هم برم برم و از زندگی باش خیلی خوشحالم، ولی متاسفانه یعنی هر بار زنگ میزنم به یعنی گاهی که زنگ میزنم یا اونا به من زنگ میزنن که واقعا بعد رفتم یه حضوری هم نداره که از به ایران دیگه واقعا زنگ بزنم، حرفایی که میشنوم خیلی ها رو رد میکنم، مثلا جواب نمیدم یا ولی مثلا یه مثال دیگه بزنم، به من خواهر همسرم اونم ایران تو زندگی نمی کنه به من تکست داده که مثلا تو ایالت شما شنیدیم که آلودگی آب هست که نمیدونم منجر به چی میشه و چی میشه، خیلی حواستون باشه. بعد من به حرف اون اشکالی نمیگیرم، اشکال من الان به اینه که من اینقدر حساس و آزرده شدم که این چرا به من این حرف رو میزن، یعنی گفتم باشه، یعنی جوابی که من بشه گفتم باشه خیلی ممنون شما هم احتیاط کنید، یعنی در واقع عصبانه شدم که اون این حرف رو من زد، اما برش نوشتم که فقط چون تو شهر کوچیک بوده به ما هم ارتباط یعنی دوره و ما هم ببینید عزیزم عزیزم من متاسفانه وقت من متاسفانه تر تمام عزیزم من، شما اولا این حساسیت ها رو رها کنید، به علاوه متاسفانه آدما حرف میزنن به دلایل بسیار، حتی میخوان وقتی شما تو این شهر اومدید اگر یه چیزی توی خبرها شنیدن به شما بگن که ما دانشمندیم و آگاهیم، دوم به دلیل اون احساس وحشت عمومی همه چیز سه چهار برابر میشه، یعنی همه آدم ها حساسن نسبت به میوهی که میخورن، مثل سبزی که میخورن که قبلا نبودن، بنابراین بعدم شما این همه اگه قرار بشید حساس و شکننده باشید کار از خودتونه. یه توصیه بهتون دارم لطفا و حتما برای که کمک میکنه سیدی ترس و استراب و وحشت و مخصوصا خشم و عصبانی دو تا 8 ساعت اون 8 ساعت انگر منیجمنت رو متوجه باشید، چون موضوع شما استراب همراه با خشم اما زمینو سابقش رو دارید، ولی نگران نباشید، به همسرتون هم بگید خوش به حالت که دختری یا شوهر زنی داری لوس و نونور که حالا بعد از اینکه بچه اومد باید ببینی کدامشون بچه ترن، منم ناچار باید ازتون خدافظی کنم، امیدوارم سر به سر خودتون نذارید، خوشحالم شدم با تون صحبت کردم عزیز. خیلی ممنونم، همینطور متشکرم از وقتتون، روزتون خوش باشه. روز بخیر عزیزم، خواهش می‌کنم.